سلام دوستان وقتتون به خیر باشه این روزها به واسطه اتفاقاتی که در فلسطین رخ میده خیلی ها فرصت پیدا کردن شرافت و بیشرافتی را بشناسند مسئله عجیب و غریب میدونید کجا هست مسئله عجیب و غریب اینجاست که الان در افکار عمومی دنیا آنهایی که به نوعی با رژیم نسبت داشته باشند هم منفور به نظر میرسند خیلی ها درباره باکو نگاهی از این دست دارن خیلی ها درباره مقامات کشورهای غربی نگاهی از این دست دارن خیلی ها درباره منافقین جهان اسلام از اردوغان تا بقیه نگاههایی از این دست دارن بخشی از چهرهای سیاسی در کشورهای غربی راحت نمیتونن تردد بکنن فیلم منتشر شده رئیس جمهور کانادا نخست وزیر کانادا یه رستوران خواسته بره انقدر شعار دادن علیهش و اعتراض کردن به موازش علیه فلسطین اشغالی و در حمایت از رژیم سحیم سی مجبور شده محیط رو ترک بکنه من اینها رو دارم میگم به اینجا برسم عمق فاجعه ای که برای رژیمی که داشت ایران حراسی راه مینداخت میتونست اتفاق بیفته این نبود که خودش منفور بشه عمق فاجعه این بود که در یه نقطه قرار بگیره که هر کسی بهش نسبتی داره منفور بشه ما میخوایم بریم یکی از این منفورها رو با هم بررسی بکنیم حاکمیت تروریستی باکو که اتفاقات قابل تعملی درش رخ داده حرفا حدیثا و, حدیث و ماجره که ارزش رو بررسی کردن مرور کردن داره من تا قبل از اینکه همه اینها رو بررسی کنیم یه مسئله خیلی مهم باید خدمت شما عرض کنم روزهای ابتدایی درگیری ها این رو یادآوری کردم که چندین نظامی اهل باکو در درگیری های فلسینی ها با رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدن ماجرایی که اون موقع اسپان و تصاویرشون منتشر شد خدمت شما عرض کردم بخشش هم در کانال موجوده حالا خبر دیگری در رسانه ها منتشر شده این خبر به همون اندازه قابل تعامله یک صفحه توییتری مربوط به سفارت رژیم صهیونیستی در باکو اومده تصیری رو منتشر کرده از یک سرجوخه 20 ساله که عضو تیپ گولانی بوده و در درگیری با نیروهای فلسطینی به هلاکت رسیده نکتهش کجا هست با بزرگش توی درگیری های قرباخ کشته شده بوده الان هم رژیم سهینسی تصدیرش رو منتشر کرده به حلاکت رسیدنش رو تسلیت گفته سرزمین هایی رو اطراف ما دارن راه می دازن. این سرزمین ها رو از کشورهای مادر جدا کردن در اطراف ما نقاطی هستن دارن تلاش میکنن ملتاشون نسبت به سرزمین مادر بی بیشرافت، بی شرافت بی همه چیز بکنن از سرمایه هاشون علیه اون سرزمین به جهت بی تمرکز کردن و اون سرزمین استفاده بکنن سرمایه هم ببرن ممکنه یکی بگه سرمایهش به خودشون ربط داره به تو چه ربطی نه سرمایه سرمایه این سرزمین بوده جدا کردن که سرمایه این سرزمین رو ببرن با نفت و گاز و انرژی اینها داره اونجا خودشون مدیریت میکنه دیگه غیر از اینه کشورهای اطرافش که جرئت نمیکنن از سرس ملتاشون به این امکانات بدن اینا رو جدا کرده از بقیه میگه تو مستقلی تو هویت داری تو کسی هستی برای خودت حالا سرمایه‌شو داره میبره نیروی انسانیش هم داره میبره بریم ادامه‌شو بررسی بکنیم از این چند خبر این روس‌ها بسیار بسیار زیاده من می‌خوام اول ویدئویی رو با هم ببینیم از نماینده پارلمان رژیم سخیانستی اینجا داره تشکر می‌کنه از باکو ببینید یک хочу поблагодарить Азербайджан за поддержку нас объединяют схожие ценности крепкая дружба я знаю что многие преступления против человечества совершенные Хамас противоречат исламу ислам не допускает зверства насилия نсилиه

باکو کاری نکرده تو این درگیری ها که پس این اقداماتی که اینا میگن چیه اینا اومدن به باکو گفتن که نفت تو بده انرژی تو بده ما دو تا کار میکنیم به تسلیحات میدیم تسلیحات مشی در اختیار قرار میدیم بهت هم کمک میکنیم با تسلیحاتی که در اختیارت هست در مقابل ارمنستان کارهایی که باید رو انجام بدیم نفتش رو گرفتن بله به قول خودشون وفا کردن صهیونیست‌ها همیشه در حوزه از این دست به قولشون وفا می‌کنن نفتش رو گرفتن انرژیش رو گرفتن تسلیحات هم دادن بله تسلیحات هم دادن جنگنده ها ببخشید هواپیماهای ترابری در این مدت از باکو و از امارات به سمت فلسطین اشغالی حرکت کردن این تشکری که داره میکنه بخشش از این بابته تسلیحاتی که داده بودن اونجا نگهداری بکنه اومدن گفتن داداش فعلا بفرست برای خودمون ما بهش نیاز داریم بفرست ما خودمون رو مدیریت بکنیم داریم به فنا میریم حالا بعدا با هم دیگه صحبت می‌کنیم این داره به همین قضیه اشاره می‌کنه بریم بعدی رو بررسی کنیم فیلم دیگری از رقص و پایکوبی با پرچم باکو توسط صحیح نیست خیلی خب این ویدیو رو با هم دیدیم از جمله ویدیوهایی که این روسا به شدت مرتجع قرار گرفته علتش مشخصه دیگه علتش مشخص دید. این تو جنگ زمینی که توانی نداره که دو تا جنگنده داره بلند میکنه با تانک که داره میفرسته اینا هم که داره میفرسته سوختش اینا دارن تامین میکنن تک تک ماشین که در فلسطین اشغالی در حرکت هست رو سوختش اینها دارن تامین میکنن بریم بعدیش رو با هم بررسی کن تاثیر رو دارید روی صحبت ها مشاهده میکنید رئیس جنبش جهانی سهیونیسی و رئیس فدراسیون دوستان اسرائیل در قفقاز و روسیه اومده درباره باکو صحبت کرده گفته ما با اینها ریشه تاریخی هزار ساله داریم دو نفر دارن درباره هم صحبت میکنن یکیشون هفتاد ساله در فلسطین اشغالی با اشغال اونجا به وجود اومده خدمتتون عرض کردم قیافه مردمش هم شبیه همه آدما هست شبیه همه آدما هر ه... یه ذره از هر کسی تو اون سرزمین هست چرا به خاطر اینکه هر کی یه جای رفته یکی از چین بلند شده رفته یکی از اوکراین رفته یکی از سیاپوس از آفریقا رفته هفتاد سال رفتن اونجا نشستن به باکوی که عمرش تقریبا همین حدوده میگه ما چند هزار سال با هم قدمت داریم دیوونه خونه است بریم ادامهش رو بررسی بکنیم گفته باکو با وجود شرایط خطرناک رژیم سهینسی نفر را به این سرزمین منتقل کرده زیرا آتش در حالی که زیرا آتش هماسی اتفاق افتاده همه نخست وزیران اسرائیل روابط دوستانه و نزدیکی با رهبری باکو داشتن آها اینجا که میگه روابط چند هزار ساله منظورش همین بوده احتمالا تو این هفتاد سالی که بودن همه شما با مقامات باکو رفیق بودن میگه همه اینها نشان میدهد که جنگ بین اسرائیل و فلسطین تأثیری بر روابط باکو و اورشلیم نخواهد داشت بعد اومده اشاره کرده گفته که چند سالی هست اینها اومدن سفارت خودشون هم. گفته چند ماهی هم هست که اینها اومدن سفارت خودشون رو در اینجا باز کردن و حرفای چقدر پا قدمشون اولا نحس بوده چقدر احمق بودن تا اینا رفتن اونجا فلسطین اشغالی ریخ به هم حالا هر روز کف خیابونا شیخته و هم الان درگیر یک نبردی شده قابل تمون و چقدر احمق بوده شرایطی رو انتخاب کرد برای رفتن اونجا که تقریبا هر کسی نگاه می‌کرد، حس می‌کرد. الان وقتش نیست خب این که اینجا نشستن اراده ای از خودشون ندارن یه سرزمینی دادن دستشون با مردمی که اون مردم و مچل خودشون کردن اینا هم دارن حکومت داری میکنن خیلی نمیشه انتظار داشت بریم بعدی رو با هم بررسی کنیم تاثیر رو روی صحبت های مشاهده میکنید برای این تصویر و برای این فیلم نوشتن که در حالی که تمامی تجمعات در حمایت از فلسطین در باکو ممنوع و جرم محسوب می شود تجمع دیگری از طرف صهیونیست در باکو علیه مقاومت فلسطین صورت گرفته است در این تجمع که مقاومت فلسطین را یک سازمان تروریستی اعلام کردند با مظنونمای خاصه شده که اسیران صهیونیست در دست مجاهدان فلسطینی آزاد شوند بعد اومده گفته که در 14 نوامبر هم اقدامی در باکو انجام شده که در اون اقدام اومدن با زوار مطالباتی داشتن از جمله آزادی اسرای فلسطینی از جمله اسرای صهیونیستی که در فلسطین این بخشی از اتفاقاتی است که در باکو داره میفته در شرایطی که افکارومی نه در دنیا نه در کشورهای اسلامی افکارومی در سرتاسر سر دنیا در بین هر کسی که آزاده هست الان مطالبه این رو داره که رژیم صهیونیستی سر بشینه این ها که بر روی نفت و انرژی دیگران دارن چه کاری انجام میدن دارن شرارت میکنن دارن کمک میکنن به بچه کشی که داره صورت میگیره جالبه با افتخار هم دارن حمایت میکنن اینها برای کسانی که از کشتار کودکان حمایت میکنن اینها برای کسانی که از کشتار زن و بچه ها حمایت میکنن هزینه خواهد داشت ما هیچ کدوم از حرفایی که زدیم اشتباه در نیومد یه زمانی همین ها رو درباره رژیم می میگفتیم الان چهل چند روزه که مچل این شده که چیکار میخواد بکنه توی منطقه کوچولوی به نام غزه دنیا هم داره مسخرهش میکنه دیگران هم به همین شکل بریم ادامهش رو با هم بررسی بکنیم تاثیر دیگری داره روی صحبت های مشاهده میکنیم از جمله فیلم های حسن به ترکیه که به شدت به شدت مورد توجه قرار گرفته ببینیم برمیگردیم نکاتی دارم خدمت شما عرض خواهم کرد ظلم و حقسیز ده kalmak ظالم لره و هاین لره Doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, teröristlere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır. Bu gerçek asla göz ardı edilemez. Excel, video bu. Hamdi diyor. Her mutlaka derdi doğru. Sohbetimizde dedim ki, رئیس سازمان دیانت ترکیه اومده گفته که آقا باید حمایت مستقیم و غیر مستقیم از ظالمان و متجاوزان را حرام اعلام کرد کثیف در این اتفاقی که میتونه رخ بده این هست که ما به خودمون بیایم ببینیم همه چیز تبدیل شده به یک بازیچه لباس اسلام رو پوشیدن خیلی قشنگ رفتن توی این پوستین بعد میرن فریاد میزنن بادی به قبقب میندازن داد میزنن میگن هر کسی با ظالمین همکاری بکنه این داره کار حرام انجام میده در تجاوز اینها شریکه پس کشور خودت داره چیکار میکنه پس چرا به اردوغان اعتراض میکنی چرا به انرژی که از طریق کشور شما داره منتقل میشه اعتراض میکنی کوشیدن با حکامی که در رأس کشورها قرار دادن مشتی احمق بسازن که اینها اعتراض داشته باشن ناراحت هم باشن محکوم هم بکنن شب هم آروم بخوابن خوشحال باشن از اینکه محکوم کردن ولی کشورشون همین رویه رو ادامه بده این بخشی از هست که متاسفانه ما این داریم در منطقه خودمون در کشورهای مثل عربستان سعودی گلدروش داره خودش نشون میده و همچنین باکو و ترکیه بریم ادامهش رو با هم بررسی کنیم تاثیر رو دارید روی صحبت هم مشاهده میکنید گزارشی هست از پایگاه اطلاعاتی فورس اومده به این اشاره کرده گفته که همکاری های بین باکو و رژیم صهیونیستی داره اتفاق میفته میگه اینها 2022 سفارتشون رو رفتن در تلاویف باز کردن در حال حاضر بیش از 40 درصد نفت رژیم رو دارن تعمین میکنن بعد میگه جالب هست حادثه 7 اکتبر که اتفاق افتاده نه تنها روی روابط اینها اثر نذاشته با اینکه توافق ابراهیم رو به هم زده ارتباط باکو و کشورهای عربی ارتباط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی رو به هم زده میگه ولی روی روابط این دوتا رو اثر نداشته اینا آمدن یک معامله تو همین شرایطی که این اتفاق ها رخ داده یک معامله انرژی بین باکو و رژیم صهیونیستی یک معامله جدیدی رو تعیین کردن بعد میگه اعطای اخیر مجوز اکتشافات گاز به یک شرکت دولتی نفت باکو صرفا یک معادله تجاری نیست این نماد همکاری پایدار روبروش رژیم صهیونیستی و باکو است این از جمله اتفاقاتی است که داره میوفته ادعی را در اطراف کشورهای ما چیدن دارن تلاش میکنن از اینها برای ناآرامی علیه ما استفاده بکنند. از اینها برای پاس گل دادن به کشورهای ساختگی استفاده میکنن رژیم هر کجا کشوری ساخته بشه استقبال میکنه اینکه در ماجرای محساجی جینا تلویزیوناشون رو نگاه میکردی رژیم سهیونسی کارشناساش پشت سرشون پرچم تجزیه های جنوب ایران بود پشت سرشون پرچم تجزیه های بلوچ بود پرچم تجزیه طلبهای کرد بود علتش همینه هرچی کشور بتونه تو این منطقه بسازه خودش ساختگی وجود نداشته هرچی ناپاک بین خودش بسازه یعنی چیزی که هویت نداشته تاریخ نداشته جدید بخشی از تجزیه یا جدا شدن از یه سرزمین میتونه از این برای منافع خودش استفاده بکنه من البته این رو خدمت شما عرض کنم ماجرا در منطقه آنگونه که بیشرافت های نمک به حرام میخواهند پیش نخواهد رفت یه عده دارن خودشون رو نشون میدن خودشون رو اثبات میکنن به یاری خدا آینده منطقه برای اینها هم متفاوت خواهد بود اگر موافق باشید این گزارش رو همینجا متوقف میکنم دو سه تا پیام میخوام برای شما بخونم میگه رفیق مشتی داریم گفته او تلگر اسم منو بگو از قله حسن خان بهتون پیام میدم دمت گرم خیلی خوشحالم با افتخاری که رفقای مشتی داریم از قله حسن خان سلام ما رو به رفقای دیگر هم در اونجا برسونید و اینکه بگید به همشون ارادت داریم رفیق دیگری گفته که اگه ممکنه توی برنامه اسم منو بگید حسین شاطر خیلی مخلصم دمتون گرم با افتخار از رفقای مشتی ما هستن به ما همیشه پیام میدن حال ما رو خیلی خوب میکنن دوستانی از این دست خیلی زیاد داریم یکی از دوستان گفته که گفته من از وقتی طرفدار جمهوری اسلامی شدم دیگه تو اینستاگرام نمیرم دوست ندارم برم وقتی میرم اینسا از بس خبر دروغ و بد از ایران میذاره که اعصابم خراب میشه بسیار ممنونم از پیامی که برای من فرستادین اجازه من به بهانه این پیام رفیق عزیزمون نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم ببین اصلا مسئله حالا اینستاگرام و چیزهای از این دست و اینکه پیامی را منتشر میکنن مثبت است یا منفی رو من فکر میکنم باید فراتر از مسئله جمهوری اسلامی ببینیم من برداشت خودم رو نسبت به مسئله میگم ببین شما اومدی یه پلتفرم تعریف کردی مردم دارن اینجا زندگی میکنن تو مشخص میکنی مردم چی ببینن میخوای به شما اثبات بکنم چرا هر چی فیلم درباره فلسطین توی پیج فلان توی پیج فلان توی پیج فلان میبینیم اکسپلور ما از فیلم های فلسطین پر نمیشه مگه اکسپلور رو بر اساس زاغه من نمیشینه نه او تصمیم گرفته که من این محتوا از چشمم دور باشه حالا بحثم کجاه من میگم آقا همین الان وسط زد و خوردهای پاریس بچه ها برای من فیلم میفرستادن از اکسپلورشون توی اینستاگرام درباره پاریس همه فیلم ها زیبا او تصمیم میگیره روایتی که اونجا درباره اون نقطه از زمین میخواد به بقیه منتشر بشه در اینستاگرام اون روایت باشه درباره ایران اینو میخواد نه شما فرمودین آقا از وقتی که دارم حامی جمهوری اسلامی شدم ازیت میشم من میگم آقا اصلا کسی که ایرانیه تو این فضا جز سیاهی جز بدبختی جز کلافگی جز زرق و برقی که تحقیرش میکنه جز چیزهایی که کلافش میکنه اعصابش خورد میکنه قبلا خدمت تو عرض اون چیزی که ما در اینستا میبینیم برشی از زندگی بقیه است هیچ کس نمیاد بدبختی خودشو در اینستا نشو تحلیلگر همیشه اون عکس قشنگش رو میذاره تو اینستا تحلیلگر رو نگاه میکنی مثلا اون یکی سیاستگرم نگاه میکنی تدوینگرم نگاه میکنی همه عکسشون قشنگه این یه ثانیه از زندگیشه همه این یه ثانیه ها رو میبینیم اون چیزی که بعدش برای من میمونه کلافگی ناراحتی از خوردیه چقدر تلاش کنم بتونم اینجوری خوشبخت باشم میتونم مثل اولیه باشم دومی و سومی و چهارمی هم هر کدوم یه ثانیه از زندگیشونه تو این داستان ها چیزی که برای آدم میماند مستهلک شدن کلافگی و چیزهای از این دست به جمهوری اسلامی و غیر جمهوری اسلامی واقعا ربطی نداره و این نکته ای هست که همه ما باید بهش حواسمون باشه چون اگه نسبت بهش هوشیار نباشیم خیلی چیزها از جمله آرامش خودمان را در این فضای مجازی از دست خواهیم داد من طولانی ترش نمیکنم اگر نکته ای چیزی بود در قالب پیام برایم بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند بشه خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر